به نام خدا و با عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. یک حمله کننده انتحاری که قصد حمله بر قصر مندیگک را داشت کشته شد. جاوید فیصل سخنگوی والی کندهار میگوید نزدیک ساعت 2:15 بامداد امروز یک حمله کننده انتحاری هنگامی که میخواست با استفاده از لباس کارگران وارد این قصر شود از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. سخنگوی والی کندهار میافزاید فرد مهاجم زمانی که فرمانده پلیس و دیگر مقام امنیتی در این قصر حضور داشتند قصد حمله را داشت. نیروهای ارتش ملی در کمربند امنیتی ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی مانع ورود انتحار کننده به بازار این ولسوالی شدند. فرد انتحاری که مواد انفجاری را در موتر عاملش جاسازی کرده بود نزدیک ساعت 7 بامداد امروز در کمربند امنیتی ولسوالی قره‌باغ مورد شناسایی قرار گرفت و در درگیری با نیروهای ارتش ملی مجبور به انفجار مواد انفجاری همراهش شد. فرمانده امنیتی قره‌باغ میگوید که در این رویداد به کسی دیگر آسیب نرسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات امروز فهرست نهایی نامزدان انتخابات را اعلام می کند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که تأخیر در نهایی سازی این فهرست از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در جدول زمان بندی شده خلا به میان آورده است. این کمیسیون تأکید می کند که این کار کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بدون در جریان گذاشتن کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است. و خبر اخیر این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که تا هنوز روشن نیست چی زمان ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 در مورد مسئله هسته این کشور به توافق خواهند رسید. او روز گذشته در گفتگو با وال استریت ژورنال تاکید کرده است که به توافق رسیدن ایران با گروه 5 به اضافه 1 می تواند تحریم ها بر ضد این کشور را کاهش دهد. این در حالی است که نشست بعدی کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان با ایران امروز در ژنو برگزار شود. از امرویتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.